برنامه خدا درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زبینا با من سمیر لانوری خوش آمدید. سازمان غذایی جهان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در افغانستان میگوید که در حال حاضر دست کم 14 میلیون نفر در این کشور مسئولیت غذایی ندارند. این سازمان در یک گزارش تازه گفته است که بسیاری این افراد با مشکل گرسنگی و قحطی مواجهند و چالش های زیادی دامنگیر آنان شده است. بر اساس یک نظرسنجی برنامه جهانی غذایی ملل متحد، تنها 5% مردم افغانستان مواد غذایی کافی در اختیار دارند. در همین حال مدیر اجرایی صندوق نفوس ملل متحد هشدار می‌دهد که با فرارسیدن زمستان و مختل شدن خدمات، افغانستان در خطر گرسنگی قریب الوقوع قرار دارد. پیش از اینکه بحث را در این باره آغاز کنیم، یک گزارش کوتاه را بیننده باشد. سازمان جهانی غذا به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر دست کم 14 میلیون شهروند افغان مسئولیت غذایی ندارند. این سازمان گفته است که بسیاری از افراد با گرسنگی و قحطی رنج میبرند و 50% مردم هم مواد غذایی کافی در اختیار ندارند. در افغانستان برخی شهروندان میگویند از 3 وقت غذا 2 وقت غذا که آن هم برایشان بسنده نیست میخورند. بیادر مواد اومده هیچ خدمتش کمک نشده. ما میخواییم خدمت کمک شد بیادر اینا. کلی مردم گشتگی مرده چرکن بار والا کلی مردم دفع کر میره. بخیالت ما وضعیت ما خراب است. ما خود یعنی سیما میشه که بکار هستیم. کار بر نیست. دست به دست شیشتیم. یعنی می دکان است. در روز یک و نیم ست ست روپا پیدا میکنیم. وام در خانه است پیش ما میره. در این گزارش سازمان جهانی غذا آمده است که بسیاری از خانواده های تحصیل یافته افغان در ماهای اخیر شغل خود را از دست دادند و به دلیل نداشتن پول و بلند رفتن نرخ‌های مواد غذایی در افغانستان با مشکل مواجه شدند. همچنان سازمان غذای جهان گفته است که در حال حاضر 2 میلیون کودک افغان به دلیل عدم مسئولیت غذایی در خطر سوء تغذیه قرار دارند. در کنار این برخی از کودکان که نانآور خانواده ایشان هستند میگویند روزانه درآمد اندکی دارند. بیرون میایم کار میایم پشت کار میایم کار هم نیست روغن هم نیست بخوریم نان چای نیست بخوریم دیگه نکه باز پیدا میکنیم یک 10-20 روپیه باز یک تو نان میایم بیادر کارم گوش نشده بود. در همین حال مدیر اجرایی صندوق نفوس ملل متحد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هشدار میدهد که با فرارسیدن زمستان و مختل شدن خدمات پس از حاکمیت حکومت جدید افغانستان در خطر گرسنگی قریب الوقوع قرار دارد. او گفته که مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که 1/33 میلیون نفوس افغانستان از این گرسنگی آسیب خواهند دید. تیر نظام په نسبت دی که د بیروزګاری کچه اوج ته رسیدلې ده. په هر کور کې تحصیل لرونکي هغه ځوانان چې تحصیل لري لیسانس دی په کور کې بیروزګاره ناست دي. همدې سره د شته نظام څخه موږ هیله کوو چې د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. غربت اخري ته رسېدلی دی. خلک بیکاران دي. د فقر او د غریبۍ نه ډېر په پوزې ته رسېدلی دي. هېڅ کار نشته او خلک بېروزګاره دي او قیمتونه هم جګه او ته رسېدلي دي. بر اساس پیشبینی برنامه غذایی جهان برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان تا پایان سال 2021 میلادی به $200 میلیون و در 3 ماه نخست سال 2022 میلادی به $300 میلیون نیاز است. من توانم خرید آرد و غذای خوراکار ندارم. یاولیرم کرا اومدم. اون منطقه ما مون خوشحالی است. مقام های ملل متحد گفتند که حکومت جدید افغانستان به آنان اطمینان دادند که به فعالیت های ملل متحد و انتقالات مساعدت های غذایی این سازمان اجازه خواهند داد. پیش از این سازمان ملل گفته بود که در حال حاضر 8 میلیون افغان نیاز به کمک های فوری بشری دارند. مهمانان من در این برنامه آقای خیلی احمد نادم عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم که از لندن با ما هستند و همچنان آقای دکتر بازمحمد شیرزاد آقای مسائل کمک های بشری هم تا دقایق دیگر با ما وصل خواهد شدند. آقای نادم بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین و ممنون از پذیرفتن دعوت ما. بس بیاین از اینجا شروع کنیم. موضوع گسترش فقر در افغانستان چقدر فاجعه بار و نگران کننده است؟ سلام خدمت شما مهمان برنامه همکارانتان و بیننده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز.
ما راپور ملل متحد شنیدم، غیر از اینکه راپور شنیدیم ما معلومات کافی از طریق رسانه داریم، از طریق شخصی که در ولایات است که ارتباط که ما داریم. واقعا وضع مردم، وضع اقتصادی مردم رقتبار است. از یک طرف شما در طول سالیان متمادی که جنگ ها بوده اکثر مردم بیجا شدن، از خانه و کاشانه خود دور شدن، بعد زمین های زراعتی اکثرا به شهرک ها تبدیل شد، به تعداد زیاد شده نفوس. یعنی برنامه مشخص دولتی در قبال مردم وجود نداشت که بتانه مثلا زمین های زراعتی رو کنترل کنه، دیگه مسائل عایدات مردم رو کنترل کنه. فابریکات ما در افغانستان داشتیم، یعنی از زمان ظاهرشاه که یادم است که فابریکای متعددی که در همه جا، چی در فابریکی نساجی گلبار، فابریکی پلخمری، فابریکی جنوپریس قندوز است، فابریکاتی که در هرات بود، به اصطلاح در قندهار بود، در ننگرهار، خلاصه فابریکی شکر بغلان بود و انواع فابریکا بود که این فابریکا هزارها نفر در اینجا کار میکردن. هم آیدی به وجود میاد، هم از تولیدی که میشد، تولید صادر میشد به خارج و اسعار به افغانستان میآوردن. متاسفانه که در طول جنگ ها این فابریکا مکمل از بین رفت. ما یادم است که در زمان اشرف غنی یک 250 میلیون دلار اینا تخصیص داده بودن برای دسترخوان پولی، برای چی؟ خرج دسترخوان برای مردم. در حقیقت مردم رو به گدایی دعوت میکرد. ما چندین مرتبه از طریق میدیا ما مراجع کردیم که شما این پول برای مردم ندین، شما این پول فابریکا رو پس یا بسازین که مردم برن کار کنن، یک پول حلال به دست بیارن. حالا هم که شما ببینید وضعیت افغانستان طوری است که دنیا افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه. پولهای حدود 9.5 میلیارد دلار افغانستان امریکا فریز کرده و دیگه ای که مثلا پولای دیگه، مثلا 600 میلیارد دلار صندوق وجی بین‌المللی فعلا پول داره که از این جمله حدود 400 میلیارد از این برای کشورهای رو به انکشاف است که باید او به مصرف برسه و او هم شرایط بر افغانستان ماندن که افغانستان باید همون شرایط تکمیل کنه. شرایط افغانستان ایست که افغانستان باید که هر چیز زودتر دولت طالبا دولت فراگیر تشکیل بدن، دولت متخصص تشکیل بدن که دنیا به رسمیت بشناسه افغانستان. اما آقای نادم چرا با یک تحول و روی کار آمدن یک نظام تازه، فاجعه اقتصادی و نگرانی ها از بابت گسترش فقر در افغانستان عمیق و برجسته شده است به نظر شما؟ به خاطر اینکه شما دیدید که اکثر مردم کارهای دولتی دارن و این مردم با معاش زندگی میکنن و ذخیره ندارن که مثلا ذخیره از اینا اقلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه اینا ذخیره داشته باشن بتانند، فقط همون معاش میگرفتن، همون زندگی رو میکردن. ولی متاسفانه که با رفتن اون رژیم پول هم بسته شد و سیستم بر هم خورد و مردم بی معاش و بی پول ماندن. ولی از وقت یک دوم از این که همین تهدیداتی که وجود داره، تهدیدات اقتصادی، یعنی مردم امنیت اقتصادی ندارن، امنیت روانی مردم فعلا تامین نیست و امنیت فیزیکی به معنای آمدن امنیت به اصطلاح در افغانستان او فعلا تامین شده ولی کافی نیست. و از او واسطه ضرور است که طالبان دست به کار شن، یک حکومت متخصص را تشکیل بدن تا که جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و پولهایی که چی از طریق صندوق وجی بین‌المللی، چی بانک جهانی است، چی مثلا بانک انکشاف آسیایی است و مراجع مختلف پولی هست که به افغانستان میتونن کمک کنن و افغانستان به زود یعنی بهتر شدن موضع اقتصادی افغانستان برمیگرده به چگونگی روی کرد حکومت فعلی با جهان، درست؟ 100%. اگر من نمیفهم که چی مشکل وجود داره. مثلا شرایطی که دنیا وضع کرده شرایط کاملا انسانی هسته، مثلا حق زن، حق تحصیل برای دختر، یا مثلا حکومت فراگیر به این معنا نیست که شما از نفرای خود بدون کلش به اصطلاح سعید ما احترام داریم با عالم دین، اما عالم دین شده نمیتونه وزیر معدن شه، شده نمیتونه وزیر فواید عام شه، شده نمیتونه وزیر زراعت شه، شده نمیتونه تمام وزیرای سکتوری شه. بنان ما خواهش ما ایست که دولت طالب و سعید قدرت سیاسی رو، قدرت امنیتی رو به دست بگیره. وزارت دفاع از او، داخل از او، امنیت دولتی، لویسان ولی به اصطلاح محکمه، کلش از خودش.
اما بخشای سکتوری را بمانه واگذار شد برای متخصصین که افغانستان از این ورطاله ورطی علاقت خلاص کنه، مردم از اینجا خلاص کنه. در غیر از افغانستان با عمق بحران میره، هر اندازه‌ای که روز به روز سر میشه مردم فقر بیداد میکنه. وقتی که فقر بیداد کرد، فساد به وجود میاد، ناامنی به وجود میاد، دزدی به وجود میاد، خیلی حرفای دیگه در پیش رو میاد که وقت نه طالب بتونه کنترل کنه و نه هم جامعه جهانی میتونه کنترل کنه. از او واسطه تشویش جامعه جهانی اعلامیه‌ای که پخش میکنن همین تازه دیروز رئیس امور مهاجرین نروژ به افغانستان آمد و او عملا نگرانی خود ابراز کرد و گفت که طالبا قادر به کنترل بحران اقتصادی افغانستان و ای وضع فلاکتبار فقر نیستن. بنان جامعه جهانی باید دست به کار شه. دیگه اینا هم میگه عوامل است که دست به دست هم داده باعث تشویش برای هموطنان ما شده و تشویش برای دنیا. درست است. به شما برمیگردم. آقای شیرزاد هم با ما وصل شدن. سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون که در برنامه حضور یافتین. آقای شیرزاد، ممنون شما. آقای نادم گفتن و از نروژ صحبت کردن و بیشتر باید جامعه جهانی به خاطر کاهش فقر حداقل کمک‌های بشردوستانه در افغانستان داشته باشه. مسئولیت‌های کلان سازمان غذایی و سازمان ملل خصوصاً در چنین وضعیت در قبال افغانستان چیست به نظر شما؟ بر رسمیت شناختن حکومت، ادامه کمک‌های بشر یا پول نقد به افغانستان یا آمادگی به بحران مهاجرت؟ سازمان ملل متحد در رابطه مسئولیت هایی که داشتن یا شروع کردن و می خواهند که تمام دونارای سراسر دنیا را ایقانه بسازه و یکی از عوامل نشاندهنده تعهد ملل متحد در قبال موضوع افغانستان کنفرانس تاریخ 13 ماه سپتامبر است که از سراسر دنیا تقریبا 1.2 میلیارد دلار کمک جمع آوری کردن و در مورد نحو مصرف ازیر در افغانستان یا صحبت میکنه که زیادتر قسمت مواد خوراکی و غذایی یا مصرف خواهد شد. صرف سر سیستم کار میکنه که از کدام شیوه بهتر بتانه که پول به افغانستان برسانه و در قدم دوم تعهد سازمان ملل متحد و در خصوصا سازمان صحی جهان در این رابطه ای بود که شما دیدین عملا رئیس سازمان صحی جهان دکتر تدروس سفر داشت به افغانستان با مسئولین صحی افغانستان، با مسئولین امارت اسلامی، با همگی یا ملاقات کردند و در قدم نخست وعده 45 میلیون دلاری که یا در دسترس داشتند ایره درخواست کردند و دو روز قبل در مجمع عمومی ملل متحد ای درخواست کرد که سه نقطه بسیار مهمه که به افغانستان اول کمک به 538 مرکز صحی که و شفاخانه ها که یا به کمک ایمرجنسی عاجل ضرورت دارن و با درخواست 66 میلیون دلار به او کردن و ضمن در قدم دوم از تمام دونرهای بین المللی یا خواستن که به پروژه صحتمندی که از طریق انجیو ها تطبیق میشه یعنی ادارات غیر دولتی مصرف میشه تطبیق میشه باید به او حمایت خود یا مسلسل ادامه بده چون سیاست به صحت هیچ ارتباط نداره و ای باید تطبیق شود. در قدم نهم سوم یا تاکید کردن به جلب کمک های بشری به مردم افغانستان که او کمک ها باید به صورت منظم تطبیق داده شود. رول ملل متحد در اینجا بسیار زیاد مهم است به خاطر از اینکه اگر ممالک دنیا نمیخواهد که افغانستان مستقیم دولت افغانستان حمایت کنه ما میتونیم که از تجربه یمن در اینجا باید کار بگیره. در یمن هم تقریبا 1970 مرکزی صحی بود که از طریق یونیسف، WHO، ICRC و دیگر نهادهای بی‌طرف بین المللی جامعه جهانی پول خود را به یاد دادند و از طریق ازیا تمام مراکز صحی تمویل شد و از مرگ و میر بیشتر که از سبب کمبود وسایل و تجهیزات طبی معاشات پرسنل صحی جلوگیری شد و سیستم ثابت ماند. آیا به زودترین فرصت یا با کوتاه‌ترین مدت امکانش است که این همه خدمات ارائه شود به شهروندان افغانستان؟ اصلا اگر در عقب فاجعه فعلی ما ببینیم ای به اندازه طالب مسئول نیست. طالب یک ماه میشه که به افغانستان آمده. شما در ارشیف خبریتان سیستم ببینین تقریبا از یک سال به دیسو
کسایی که مسئول بودند در قسمت ارائه معاشات پرسنل صحی، در قسمت تجهیز مراکز صحی یا همگی غفلت کردند، با اساس زد و بندهایی که با موسسات داشتند، با اساس غفلت وظیفوی، با اساس فسادی که در سیستم بود، یا نتوانستند با موقع ای معاشات پرسنل صحی را اجرا کنند. شما دیدین تظاهرات تخار، دیدین تظاهرات قندار را، دیدین تظاهرات ننگرهار را، دیدین تظاهرات نورستان که 8 ماماش نگرفتند. فعلا هم پرسنل صحی 5 ماماش نگرفته، طالب خو 1 مامش که آمده. این کلگی خلاهای است که از قبل مانده و فعلا به این هم تمام میشه. در شرایط فعلا کمک از سوی حکومت فعلی که حداقل در بخش صحی و همچنان در بخش کاهش فقر در افغانستان کمک کنه. در شرایط فعلی 45 میلیون دلار اگرچه مقدار زیاد نیست، مگر حداقل میتونه که 1 ماه معاشات پرسنل صحی و ضمناً تمام تجهیزات و وسایل پروگرامای ایمرجنسی را در شفاخانه های شهر کابل، شفاخانه های ولایات و مراکز صحی بسیار عمده که در مسیر شهرهاست و خدمات ایمرجنسی را ارائه میکنه، میشه که حداقل بر 1 ماه 1.5 ماه تمویل شوه. مگر مسئولیت دولت است که نه تنها با امید خیرات های غربی بشینه، بلکه در اینجا شما دیدین که قبلا یا گفتن دولت که 80% پیسه گمرکات دوزی میشد. فعلا خو موضوع دوزی هم نیست، گمرکات فعال است، میشه که از اون جمله ای تمویل شوه. پیسه 10% کردیت که قبلا با ریاست جمهوری و مصارف خاص میرفت، میشه که از رو بودجه تمویل شوه، چون سیستم مخابراتی فعال است. و ضمن کمک های کشورهای عربی که خوشبین هستند به طرف دولت امارات و با زودترین و کمک هایشان هم ادامه داره، میشه که زیادتر جلب کنه و از این کمک بشرتی جامعه غربی ای به اندازه مطمئن شوه و ضرورت پیدا نشوه که او کمک های شرطی رو بگیره. میشه که کمک های به شرط به افغانستان جذب کنه و در قسمت ثبات سیستم صحی و دیگر سه ها اقدام کنه. درست، به شما برمیگردم آقای شیرزاد. آقای ناظم، بیش از 1 میلیارد دلار حالا جامعه جهانی به افغانستان کمک میکنه، با در نظر داشت سنجش ملل متحد 14 میلیون از شهروندان افغانستان غذای کافی ندارد و بیش از 90% شهروندان زیر خط فقر قرار دارد. آیا این همه کمک ها میتونه گراف فقر در افغانستان را کاهش بده؟ بله، به شرطی که تمام پولایی که میایه مصارف موترها و معاشای پرسنل و کرایه خانه ها و مثل که سابق بود و او شکل نشه، به اصطلاح از گو غدود برای مردم نرسه. اگر به شکل واقعی توزیع شه، طبیعی که یک گوشی از به اصطلاح کم کردن فقر انشاءالله چی میکنه، تکافو میکنه. برای ازی که شما خبر دارین که تعداد زیادی از هموطنان ما شما در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا و در کشورهای هستند که یا کار میکنن به اصطلاح ماهانه برای فامیلای خود، برای مربوطین خود اینا پول روان میکنن که یک مبلغ بسیار قابل ملاحظه ای است این پول. یعنی حدود تخمین زدم که فکر کنم 600 میلیون دلار به سال است یا زیادتر است، همه قدر پول میشه. یعنی یا هم کمک شده میتونه، ولی باز هم اگر آدم در نظر بگیرم تنها مسئله 14 میلیون نیست. اینجا صفوف طالبا که فعلا امرای طالبا عسکر هستن یا کار میکنن، اینا هم به اصطلاح ابابیل نیستن که باد بخورن، یا هم به غذا ضرورت دارن، اینا هم از خود فامیل دارن. اگر احیانا مشکلات معاشات مامورین و حتی پرسنل خود طالبا مرفوع نشه، ایره به شما بگم که اینجی است که به اصطلاح گروپ های تروریستی که توسط دشمنان افغانستان فعلا بدون ساز و برگ داده میشه، مثل داعش و القاعده و دگرا، امکان از این میره چون اونا پول دارن و عسکرگیری صورت بگیره و کسایی که در صف طالب هست، اشخاص رادیکال، اینا برن به اون طرف برن. یعنی به اصطلاح باعث بی‌ثباتی در افغانستان میشه. از اون واسه من فکر میکنم که طالب سعیست که 1 ماه میشه آمده، در 1 ماه یا خود در طول 20 سال در افغانستان زندگی کردن، خصوصا سیاسیون از اینا خود تماسای داشتن. همین خودش مولوی دلاور زمانی که در دوبه بود با گروپ های مختلفی از افغانهای بیرون از افغانستان و داخل افغانستان، با متخصصین، با سیاستمدارایی که بیطرف بودن و متعهد بودن، این جلسات پیهم داشت. حتما یک کتابچه خود پیش خود داشته بوده باشه که نام نویسی کرده باشه
که کی چی کار است و چی قدم میتونن در افغانستان که بتونن یک دولت فراگیر تشکیل بدن که به اصطلاح این مشکلات عمده و عدیده همیست که به دنیا باید به رسمیت بشناسه. مثلا پروازهای هوایی بند است، شما ببینید که سفارت های ما شما بند است، مؤسسین ما مشکلات داره، فعلا پاسپورت ندارن که باید، یعنی حالا نیازمندی بیشتر در بخش دیپلماتیک است که باید از راه دیپلماتیک کار صورت بگیره. و حالا رئیس و مدیر عامل کمیته بین المللی نجات هم تأکید کرده بود که نباید خروج نظامیان و نباید به معنای این باشه که خروج بشر دوستان از افغانستان باشه و بیشتر روی روابط دیپلماتیک فوکس بگیره. چقدر میتونه روابط دیپلماتیک بر اقتصاد افغانستان مؤثر تماشا؟ شما ببینید که اول از این که اگر با افغانستان به این امنیت که آمده، یک گام خیلی مثبت است که بعد از 40 سال جنگ ختم شده امنیت است. اگر رابطه دیپلماتیک تامین شه، به اصطلاح به رسمیت شناخته شه، افغانستان یک نظم بگیره، باور کنیم که یعنی به اندازه کافی جذب توریسم صورت گرفته میشه. افغانستان یک طبیعت زیبا داره، افغانستان یک کشور تاریخی است، بناهای تاریخی داره، آثار تاریخی داره. شما ببینید ترکیه 70% بودجه خود از توریسم تمویل میکنه، یعنی افغانستان در پهلوی معادن، در پهلوی زراعت، در پهلوی دگپا در بخش توریسم میتونه. مثلا تیاره فعال میشه، رفت آمد فعلا از سر افغانستان تیاره عبور میکنه که به افغانستان پول بده. مثلا سال ما 400 میلیون دلار تقریبا از دهلیز هوایی که از سر افغانستان تیاره عبور میکرد، هواپیما افغانستان پول میگرفت. اینا هم میگی عوامل است که باعث به اصطلاح بندش درآمدا به داخل افغانستان شده که از طریق همین راه های دیپلماتیک خیلی امکانات وجود داره که سرمایه گذاری جذب شه از کشورهای مختلف در بخش معدن، در بخش توریسم، در بخش زراعت، در هر بخش میتونه که سرمایه گذاری صورت بگیره، مردم به کار بفتن. اینها چرا میرسونه آقای ناظم؟ آیا حکومت فعلی با جهان تعامل خواهد کرد یا جهان با حکومت فعلی افغانستان تعامل خواهد کرد؟ خب شما ببینید که حتی همسایه افغانستان پاکستان است، جرأت نمیکنه به رسمیت بشناسه. بخاطر اینکه بخاطر از اینکه اگر او شرایطی که به افغانستان است مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیره، انمی انعکاسات در داخل پاکستان میره. انمال سرصداهای شریعت اسلامی و سرصداهای طالبان باید قدرت بگیره. حتی در یکی از مساجد به نام سرخ بیرق طالبان را بلند کردن. اینا هم میگه عوامل است که خطرات را متوجه پاکستان میسازه. اگر به اصطلاح فعلا حق و حقوقی بر زن و بر تحصیل داده نشه، سبا دامنگیر پاکستان میشه. شما ببینید دیروز راپور شنیدم که یک تکیت تیاره از کابل تا اسلام آباد 1200 دلار رسیده، ولی همه افغانا رو به ناخون اوگار گیر کردن. اما پاکستانی که دم از دوستی بزنه، شما ببینید که چی حالت درا رو بسته کرده، برای اینکه مردم مجبور شن که تیاره پیایی پور بره و به طول 1200 دلار فی نفر بگیره. اما مشاور امنیت ملی پاکستان هم چندی پیش گفت که افغانستان به بحران اقتصادی دچار نخواهد شد. چقدر این گپ مشاور شورای امنیتی را چی ارزیابی میکنید؟ و گفته که کمک های فوری بشر دوستانه سبب پایداری بلند اقتصادی افغانستان هم نمیشه. متاسفانه که اظهارات سیاست برای پاکستان همگیش غرض‌آلود است. انمی که مثلا با آمدن طالبان دو روز بعدش رئیس آیسای به کابل آمد و او میفهمه که افغان ها چقدر حساسیت دارن مقابل پاکستان و عمدن این کار میکنه که باشه که طالب در انظار مردم افغانستان به صلاح بی‌هویت چی بده، به صلاح بد جلوه بده. دوم از این که مثلا لابیگیری وزیر خارجه پاکستان در سطح بین‌المللی همچنان به ذهنیت مردم اثر منفی میذاره، یا مثلا لابیگیری صدر اعظم پاکستان که او اصلا فکر میکنه که افغانستان یک صوبه از پاکستان باشه که او به اصطلاح لابیگیری میکنه. از واسه اینا تاثیرات نهایت منفی میگذاره واسه که مثبت باشه. از واسه طالبا باید متوجه گپ باشن، افغانا تاب و توان 1200 دلار روی یک مجبوریت مجبوره تمام اموال و خانه خود بفروشه برای اینکه یک تکه تیاره بگیره تا یک مریض خود به اسلام آباد برسونه. درست است آقای شیرزاد. آیلا با این حال افغانستان چقدر نیازمند
ادامه روابط دیپلماتیک جهان است برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی که شهروندان افغانستان را تهدید میکند و بخش سی که شما بیشتر روش تاکید داشت. حالا به گفته کمیته بین‌المللی نجات کمک های بشر دوستان فقط به خاطر حل بحران کنونی خواهد بود، نه بر دراز مدت. اصلا در سراسر دنیا در شرایط فعلی تعصب و دشمنی در مقابل نظام امارت، این دشمنی با مردم افغانستان است، بخاطر از اینکه اگر موضوع به رسمیت شناختن این حکومت نباشد، چون کمک های بین المللی هم توقف میکنه، روابط افغانستان با تمام دنیا قطع میشه و ضمناً قبلا نادم سبیات کردن از مسئلین گرفته تا مسافره افغانستان و موضوع پاسپورت و دیگه تجارت همگی توقف پیدا میکنن. لکن خوشبینی است، خوشبینی به این مانا که ما دیدیم از سازمان ملل متحد گرفته در پس پرده روابط امریکا موجود است، روابط پاکستان موجود است، روابط روسیه موجود است، روابط چین موجود است، ترکیه، تمام جهان. هیچ کس حال در روی صحنه کسی جرات نمی کنه که این قدم نخست برداره. یعنی احتمال برسمشناختن حکومت فعلی از این جهان وجود داره و خواهد تعامل کرد با حکومت فعلی، درست؟ یعنی هدفی است که در پس پرده تمام دنیا روابط خوبتر داره با نظام طالبا و ضمناً می خواهد که روابط خوبتر داشته باشه، خصوصا یا خوشبینی های دیگه که موضوع سرمایه گذاری در معادن افغانستان است، چون یک افغانستان یکی از نقاط استراتژیک برمیست است. یعنی این موضوع فاجعه اقتصادی، بحران اقتصادی به نظر شما کتا مدت خواهد بود، درست؟ مهمی است که فعلا اگر شما ببینین همی کابینه دولت هم موقت برای چند روز است، یا می خواهد که تشکیلات اساسی خود جور کنه و بعض تغییراتی در راست که هم دفتر قطر و هم به اساس تفاهم هایی که با جامعه بین المللی در جریان است. شما تقرره آخری را دیدین که حتی در راس وزارت صحت عامه یک وزیر مسلکی یا دکتر آوردن، در راس وزارت تجارت و در راس باز ادارات به می قسم می خواهد که باز تغییرات دیگه هم بیارن، و خصوصا موضوع مهم چون اسلام هم حقوق زن واضح ساخته، زنای افغانستان به حجاب نیستند. زنای افغانستان قبل اگر در حکومت قبلی بود و حکومت های قبلی همه با حجاب می آمدند، همه با حجاب بودند. یک تعداد دموکرات های غربی و که نمی خواستند و نیستند در افغانستان، مگر نفوس فعلی که در افغانستان است و همگی مسلمان هستند و با حجاب می آن، مشکل ندارند. و اکثریت خانم ها ناناور نفقه خانواده خود است، چون اکثر مردای خود در جریان جنگ یا در انتحار یا در بمبارد و یا در ساعات مختلف از دست دادن، فعلا ناناور خانواده هستن، و چون اگر یا اجازه کار داده نشه یا در سیستم تعیق نشه، بسیار تقریبا سوی فقر از 50% تا 70% در ممکن بالا بره. به او خاطر شاید تغییراتی بیه و ما امیدوار هستیم که در یک دو ماه آینده تغییرات مثبت به وجود بیاد. بسیار زیاد تشکر دکتر بازمات شهرزاد، آقای مسائل کمک های بشری و همچنان خیلی احمد نازم و هیئت رهبری حرکت ملی خط سیم که از لندن با ما وصل بودند، و ممنون از همراهی شما. و آل هم نرخ ارزها. نرخ طلا در بازار کشور. و ممنون همراهی شما تا برنامه بعد. خدا نگهدار.